داستان تنهایی قصه حقیقی زندگی نویسنده فریبا چرخی شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا در این برنامه داستان تنهایی را برایتان میخوانم. قبل از اینکه داستان را آغاز کنم فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و علامه زنگک را نیز فشار دهید. همچنان اگر خواستید داستان را برای خوانش با ما شریک کنید از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با ما به تماس شوید. آغاز داستان تنهایی قسمت دوم. خب روزها یکی پی دیگر می گذشتند و بعد از مدت مامایم آمد و ما را با خودش به ایران برد. بدبختی اصلی ما از آنجا شروع شد. خانم مامایم که یک زن ایرانی بود اصلاً از ما خوشش نمی آمد. با آنکه خودش بعد از 10 سال عروسی صاحب فرزند نشده بود، حس ترحم و شفقت در برابر اطفال نداشت. همین که مامایم از خانه بیرون می شد، ما را با بدترین الفاظ و دشنام تهدید می کرد و حرفهای زشت و ناسزا می گفت. و همواره تهمتهای گوناگون به ما می بست. مامایم را که مصروف کار خیاطی بود و چندان اقتصاد خوب هم نداشت، عصبانی می ساخت و بعضن ما را زیر لط و کوب مامایم می انداخت. و با هزار ظلم و ناروا یک وقت غذا به ما می داد. صبرم تمام شده بود. زیادتر برای صدف ناراحت می شدم. یک روز رفتم به بیرون از خانه و سر به دکانها زدم تا اگر کار پیدا کنم و بتونم بدون منت نان خود و صدف را پیدا کنم. همه ی روز را سرگردان گشتم ولی کار پیدا نشد. شام که برگشتم به خانه، مامایم قهر و غضب در صحنه اولی ایستاده بود. که تو تمام روز کجا بودی؟ تا توانست مرا لت و کوب کرد. صدف که زیاد ترسیده بود گریه می کرد. آن شب برای ما غذا هم ندادند. بدنم بسیار درد داشت. شب با فکر و پریشانی گذشت که چگونه باید به این زندگی تلخ کنار بیایم. صبح قبل از اینکه مامایم و خانمش بیدار شوند، صدف را بیدار کردم و هر دو از خانه بیرون شدیم و به سوی مرکز شهر حرکت کردیم. نزدیک چاشت با پای پیاده به شهر رسیدیم. هوا هم طاقت فرسا شده بود. خیلی گرم بود. صدف هم گرسنه شده بود و هم خسته. رفتم نزدیک یک رستوران. از مردی که پشت میز نشسته بود خواستم تا یک کم غذا و آب برای خواهرم بدهند. مرد که به چهره خسته من و صدف نگاه کرد، دلش سوخت و گفت در بیرون بنشینید، من برایتان غذا و آب می آورم. گرمی آفتاب هم اذیت کننده بود. در سایه دیوار نشستیم. بعد از چند دقیقه مرد با ظرف یک بار مصرف غذا و بوتل آب نزد ما آمد. از او تشکر کردم. وقتی میخواست برگردد ازش خواستم که به یک پرسشم جواب بده. گفت بگو چه میخواهی؟ به صدف گفتم تو غذایت را بخو، من زود برمیگردم. از این ساحه کمک قدم زدیم و رفتیم. از مرد پرسیدم که در این نزدیکی ها کدام یتیم خانه هست؟ گفت چرا؟ مرد گفت چرا پرسیدی؟ کمی جریان زندگی ما را برایش قصه کردم و گفتم میخواهم یک کار پیدا کنم، ولی قبل از آن میخواهم خواهرم را که خیلی هنوز کوچک است در یک جای امن بگذارم. مرد به طرفم خیره نگاه کرد و گفت تو غذا را بخور، من کم بعد که مهمان ها کمتر شدن دوباره نزدت بر میگردم
و در مورد همراه گپ می زنم. گفتم خوب است. مرد که کمی پیش رفت دوباره رویش را به طرف ما گشتند و گفت جایی نروی، منتظر ما باشی. گفتم خوب است، منتظر استم. پیش خود گفتم مگر چاره دیگری هم دارم؟ همان بود که من و صدف غذای ما را خوردیم و همونجا منتظر آمدن مرد ماندیم. بعضن با صدف حرف می زدم تا مصروف شود و گاه هم غرق تفکر می شدم و پریشانی خود را آشکار نمی ساختم تا بالای روحی صدف اثر منفی نکند. بعد از یکی دو ساعت مرد برگشت و گفت بیا پسرم با هم حرف بزنیم. باز هم از صدف کمی فاصله گرفتم و در جریان گفتگو برنامه جدایی صدف را با هم می ریختیم. دلم خیلی ها غمگین بود، اما در ظاهر خود را قوی و سنگدل نشان می دادم. مرد گفت از یک دوستم پرسیدم. دوستم گفت کمی دورتر از شهر یک یتیم خانه است، اما نمی شود که پیاده برویم، چرا که تا شب هم آنجا نمی رسیم. اگر می خواهید من کمکتان می کنم تا آنجا برویم. گفتم اگر برایتان مشکل نباشد. گفت نه، من این کار را می کنم تا با ثواب این کار تکلیف مریضی پسرم خوب شود. با هم توافق کردیم تا دیر نشده و طرف مقصد روان شدیم. من و صدف را نیز سوار موتر کرد و راه افتادیم. ممکن نیم ساعت رفته بودیم که مرد گفت رسیدیم. مرد پرسید اگر می خواهی من داخل یتیم خانه ببرمتان. گفتم بله کاکا جان، لطفاً داخل دفتر شدیم. از خدمه پرسید که دفتر مدیر مسئول کجاست. با رهنمایی آن داخل دفتر مدیر شدیم. مرد قد کوتاه با شکم پیش برآمده در بین اتاق ایستاده بود. سلام دادیم. پرسید کاری داشتید؟ این مرد مهربان بدرقه کننده ما که مالک هتل بود، از طرز حرف زدن و صورتش معلوم می شد که از سمت شمال افغانستان و شاید هم از مزار شریف باشد. با مدیر یتیم خانه گفت که این پسر می خواهد خواهرش را نزد شما بگذارد و خودش برود دنبال کار و غریبی. مرد نگاه به من و صدف انداخت. گفت پدرت کجاست؟ گفتم پدر ندارم. گفت مادرت کجاست؟ گفتم مادر هم ندارم. گفت پس تا حال کجا زندگی می کردید؟ جریان را برایش قصه کردم. مرد که ما را همراهی می کرد در حالی که اشک می ریخت سخت متاثر شده بود و افسوس می کرد. مدیر بعد از سوالات زیاد قبول کرد و یک کتاب را از میزش بیرون آورد و تمام مشخصات من و صدف را در آن کتاب نوشت و یک شماره تماس و یک آدرس از اقارب ما خواست. گفتم کسی را اینجا ندارم. مرد همراه شماره تماس و آدرس خود را برایش گفت. سخت‌ترین لحظه رسید. لحظه خداحافظی. لحظه خداحافظی با صدف. صدف گریه می کرد و یک پرستار تلاش داشت که آرامش کند. من برایش دلداری می دادم که به زودترین فرصت ممکن بر می گردم و تو را با خودم می برم. اما ذهن و قلبم با هم درگیر بودند که آیا این کار را کرده می توانم یا خیر؟ آیا خواهرم را که هنوز 4 ساله نشده دوباره خواهم دید یا نه؟ بالایم فشار می آوردم که اشک نریزم، چون که باعث ضعف روحیه صدف می شود. صدف را گریان کنان از اتاق بیرون بردند. پشت سر هم پشت سرش را می دید و گریه می کرد. همین که از آنجا بیرون شدم بغض گلویم ترکید و فریاد زدم. آنقدر تلخ که شاید صدایم تا آسمان ها رسیده باشد و مرغ‌های هوا هم به حالم گریه کرده باشند. هوا تاریک شده بود. وقتی به شهر رسیدیم
دیگر شب بود. مرد مهربان گفت که اگر خواسته باشی می توانی شب را خانه من بمانی. جز قبول کردن چاره دیگری نداشتم. رفتیم به خانه. خانگه که گلی خیلی فقیرانه در یک کوچه تنگ که صرف دو اتاق داشت. در یک اتاق بسیار کوچک و تاریک پسر آن مرد بالای تخت خوابیده بود. ظاهرا بیمار به نظر می رسید. و در اتاق دیگر 5 فرزند این مرد، عم از پسر و دختر، با خانمش با هم بودند. شب در یک دهلیز بسیار کوچک غذا خوردیم. بعد از مدت همه به بسترهای خوابشان رفتند و من و یکی از پسرانش در همین دهلیز دوشک انداختیم و خوابیدیم. در طول شب به خود و بیشتر به صدف فکر می کردم که با بیگانه ها کنار خواهد آمد و آخرین عضو خانواده اش که من بودم را امشب با خودش ندارد. چه خواهد کرد؟ خیلی دردآور بود. باور کنید، خیلی. همین که شفق دمید و هوا کمی روشن شد، راهی شهر شدم تا سراغ کاری را بگیرم. تقریباً همه کوچه و پس کوچه، دکان و رستوران، دفتر و شرکت و هر چی بود فابریکه ها از مردم سراغ گرفتم تا دم شام کار می پالیدم و شب می آمدم در یکی از مساجد می خوابیدم. بعد 3 روز در یک فابریکه تولید صابون کار پیدا شد. بسیار خوشحال بودم. همی که کار را شروع کردم از کارگرا پرسان کردم که کدام جای برای شب ماندنم بلد باشند، رهنماییم کنند. گفتند مسافرخانه ای را سراغ داریم که آنقدر قیمت نیست. آدرس را گرفته با مالک آن گپ زدم و گفتم که کرایه را در اخیر هر ماه می پردازم. قبول کرد. رویا پردازی می کردم که به زودترین فرصت ممکن می توانم دوباره به صدف برسم و در یک خانه کوچک زندگی ساده و بی‌منت را با هم آغاز کنیم. روزها شب و شبها روز می شد. هنوز 2 ماه گذشته بود که یک روز فابریکه مربوط ما از طرف پلیس محاصره شد و شروع کردن به تلاشی. روی بخت بد از فابریکه مواد مخدر پیدا شد و همه ما را زولانه کرده و با خود بردند. گناهکار و بیگناه معلوم نشد. اصلا حرفم را کسی نمی شنید. خلاصه که 6 سال تمام را در زندان گذراندم. تک و تنهایی که هیچ کس را نداشتم تا جویای احوالم شوم. همه تلخی روزگار داخل زندان را ناگزیر تحمل کردم و چاره جز صبر نداشتم. داخل زندان جوان شدم، جوان قوی هیکل و تندرست. قسمت همین بود. سختی های زندگی و حبس بدون موجب داخل زندان از من یک سنگ سخت ساخته بود. اشک نمی ریختم و درک و احساس خوب نداشتم. بعضی ها می گفتن که قلبت مثل سنگ است. من قلبم را در وجودم حس نمی کردم. چیزی که برایم بسیار دردناک بود، بیخبری و دوری از صدف یگانه خواهرم. امید به زندگی و آینده را با گذشت زمان از دست داده بودم. یک روز که دلیلش را هم درست نمی‌فهمم از زندان آزاد شدیم. شاید معیاد معین را سپری کردم. چهره شهر تغییر کرده بود. گویی که همه شهر چهره عوض کرده. شهر، کوچه و بازار کوچک به نظرم می رسیدن. احساس می کردم آسمان و زمین نزدیکتر شده است و آفتاب روشن و زننده. راهی مرکز شهر شدم. خواستم در قدم اول نزد رستورانی که مالکش مرد مهربان بود بروم. نشانه از رستوران نبود. در عوض به جایش مرکز خرید ساخته شده بود. روانه خانه آن مرد شدم. رفتم و در را زدم.
صدای یک زن از پشت در آمد و گفت که کی هستی؟ گفتم من. مردی که در این خانه زندگی می کرد و در رستوران کار می کرد و اسمش جورقل بود کار داشتم. گفت آنها 6 سال قبل در این خانه زندگی می کردن. زن گفت من 2 سال می شود که این خانه را به کرایه گرفتم و این خانه از سالهای سال به مردم به کرایه داده می شده و مردمان زیاده اینجا آمده و رفتند. بی نهایت ناراحت شدم و با گفتن تشکر خداحافظی کردم. در همین هنگام دروازه همسایه مقابل باز شد و خانم گفت که من صدایتون را شنیدم و دانستم که با کی کار داشتیم. آن اکم مزاریه که اینجا زندگی میکرد وقتی پسرش فوت شد و رستورانش تخریب شد به کشور خود افغانستان رفت. ولی یک شماره تماس کسی را دارم که به خاطر معامله های پولیش برایم داده بود. اگر میخواهی آن شماره را برایت بدهم. گفتم خوب است. بدهید گرچه نمیدانم لازمش دارم یا نه. با آن هم شماره را گرفتم و روانه یتیم خانه شدم. پول با خود نداشتم. ناچار شدم چندین کیلومتر را تا یتیم خانه با شکم گرسنه و تن خسته بروم. به منزل مقصود رسیدم. داخل اتاق مدیر شدم. آن مرد قد کوتاه با شکم برآمده اش آنجا نبود. در عوض مرد لاغر اندام و مسن آنجا نشسته بود. پرسید پسر کاری داشتی؟ گفتم که خواهرم اینجاست. میخواهم ببینمش. گفت پس خواهرت اسمش چیست؟ گفتم صدف. مکس کرد و گفت صدف؟ آیا مطمئن هستی؟ گفتم بله. چرا مگر چیز شده؟ گفت که نه. در این یتیم خانه کسی به اسم صدف نیست و نداریم. وار خطا شدم. گفتم امکان نداره. قلبم خیلی تون می زد. دست ها و پاهایم می لرزید. گفتم اگر نیست پس کجاست؟ هیجان تمام وجودم را گرفته بود و با عصبانیت گفتم آقای مدیر، خواهرم را خودم اینجا آورده و به یتیم خانه تسلیم نمودم. پس حال کجاست؟ مدیر که مرا متأثر و سراسیمه یافت گفت جوان، یک لحظه آرام باش و بگو که خواهرت را چه وقت اینجا آوردی؟ گفتم 6 سال قبل، 14 ماه اسفند. مدیر باش که کتاب ها را ببینم، چرا که زیاد وقت گذشته. چند کتاب را از داخل میز بیرون آورد. کتابی که مربوط آن سال بود با تکه آبی صحافی شده بود. آن را خوب به یاد دارم. کتاب را صفحه زد. بعد از چند صفحه کمی دقت کرد و نگاهی به طرف من انداخت و گفت اسمت سیار است. گفتم بله بله. گفت این همه سال کجا بودی؟ چرا نخواستی از حال و احوال خواهرت بپرسی؟ گفتم چی شده مدیر؟ زود شو بگو صدف کجاست؟ مدیر باز هم مرا به آرامش دعوت کرد و گفت خوب آرام باش، همه چیز را برایت تعریف می کنم. در این کتاب نوشته شده که 8 ماه بعد از آوردن صدف به یتیم خانه، یک زن و شوهر بی اولاد به یتیم خانه مراجعه کرده و می خواستند که یک طفل دختر را به فرزندی بگیرند. وقتی اطفال را می بینند از خواهرت صدف خوششان می آید و علاقه می گیرند که صدف را با خود بگیرند. مسئولین یتیم خانه نیز با ایشان موافقت می کنند و اما می گویند که قبل از آن ما باید با کسی که از مربوطینش از تماس بگیریم و او را نیز از موضوع با خبر کنیم. بعد تصمیم می گیریم. یک شماره تماس داشتیم که از شخص به نام جورقل بود. با او تماس گرفتیم. گفت باید برادرش را پیدا کنم. بعد دوباره خودم براتون زنگ میزنم. بعد از مدت 2 هفته تماس گرفت و گفت هر قدر کوشش کردم پیدایش نکردم. نمیفهمم که چی کنم. بعد از این نتیجه و اصرار زیاد زن و شوهر متقاضی، مسئولین یتیمخانه تصمیم گرفتن که
صدف را به آنها بسپارند. قبل از آن مشخصات آن خانواده را ثبت و راجستر نموده تا در صورتی که برادرش مراجعه نماید با آنها تماس بگیرد. حالا که تو اینجا آمدی می توانی با آنها تماس گرفته و حل مشکل کنی. از جایم بلند شده و گفتم که خدایا شکرت که زنده است. پس لطف نموده آدرس و شماره تماس آنها را برایم بده و لطفاً امی لحظه همراهشان به تماس شو تا برم و صدف را از نزدیک ببینم. اگر خوش و آرام باشد تو آی خوشبختی برایش کنم و بعض اوقات به دیدنش برم. دلم از عشق خوش شوق دیدار خواهرم شور میزد. مدیر گفت باشه، من تماس میگیرم تا جریان موضوع را با خانواده جدیدش شریک کنم. شماره را از روی کتاب ثبت و راجستر دایل کرد. کسی جواب نداد. بعد شماره دومی را که گویا شماره منزل بود دایل کرد. بعد از چند زنگ خانم جواب داد. مدیر: سلام خانم، میخواستم با آقای ظفری صحبت کنم. خانم: ببخشید شما؟ مدیر: من مدیر یتیم خانه هستم. خانم: خیلی ببخشید آقای مدیر، ما این خانه را 2 سال قبل از آقای ظفری خریده ایم و او با خانواده اش به خارج از کشور رفته. شنیدن این جمله آخر مانند آب سردی بود که بر تمام بدنم ریخته شد. فکر کردم خواب میبینم. صدای مدیر دوباره مرا به خود جلب کرد که پرسید: چی؟ کجای خارج؟ خارج از کشور؟ یعنی کدام کشور؟ خانم: نمیدانم که کدام کشور، فقط گفتن که به خارج از کشور میروند و همین. وقتتان خوش آقای مدیر. خدا نگهدار. و گوشی را گذاشت. حالا که این قصه را بیان کردم، 5 سال از تماس مدیر با آن خانم گذشته است. نه سراغ از صدف نازنین است و نه راه نجات از تنهایی. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.